به عمر دستگاه پوشالی و غیر قانونی که بر سر کار بود خاتمه بدهد و مملکت را برای همیشه از داشتن استقلال و تاریخ و حیثیت و شرافت محروم سازد. خب خود شاه هم در مورد مصدق صحبت کرده، ولی خب بگم میگم فکر نکن مصدق خائن با است، نه، بعضی از صداقتشون، از خوشقلبیشون، از کینه‌ای که به یکی داره میام استفاده میکنن. مثلا یکی رو میخواستن علیه مثلا سیاوش عربستان کنه، رضا پهلوی، آیو میبینن این چه کینه ای داره اینا، میبینن که او این دو تا سه تا دختره هستن خاطرخواه اینا بودن، اینا نرفت اینا رو بگیرن، این دختره فلان برای اینا کنن، اینا دختره رو جه کار میکنن علیه اینا میکنن. نعمت تو رو میگیره آخرش اون کار اینا، یا بعضی ها رو خرشون میکنن از چند سال کینه دشمن. آقا خانمت یادت هست یک هفته نایمده بود خونهت، گذاشته بود یک هفته رفته بود، یارو دیگه با این کار اصلا غیرتی بایا. آقا این خانمت یک هفته نبود رفته بود خونه فلانی بود، ما دیدمش از خونه فلانی اومد بیرون، یارو باورش میشه، این دیگه تا عم داره او طرف دشمن، این وقت مکشه یارو رو، چون خانمش وقت که الان طلاق هم گرفته دیگه زنش نیست و گذاشته، چون با بچه ها رفته رفته اولی با بو یارو بوده با هم دروغ. حالا یارو خودش زن داشته بچه داشته، همون موقع کی میگه، همون شبی کی میگه زنش تو بغلش بوده نمیده که تحقیق بکنه. یعنی بعضی ها اینجوری ازشون سوء استفاده میکنن، او کس چه مصدق باشه چه هر کسی، آقا خوارت اینو سرویس کرد، آقا اون کار کرد، آقا این کار کرد، آقا یه کار دیگه. قربان شما الان رهبری هستید که رهبری جهان را میتونید بکنید، ایران یعنی چی، جبهه ملی یعنی چی، شما قربان یک رهبری خطی تو دنیا آفریدی، تو خاورمیانه آفریدی، یهو رادیو مصر هم اسم مصدق رو میگه، او یکی شکیه میگه مصدق نفت رو ملی کرد. آقا ملی کردن نفت رک این سیاوش اوستا به شما میگه، با احترام به همه، بعد از همین حرف میکنم روز چیز ما میبهتون بگم گوش کنید، ما نفت که ملی شد که چرت بود که اصلا جریان مصدق ملی شده، اصلا چرت بود. مصدق به محمد رضا شاه میگه تو اگر میخوای من نخست وزیر بشم، تو خاطرات زندگی نامه خودش با قلم خودش مصدق نوشته اینو، برید بخونید، میگه اگه من میخوای نخست وزیر بشم میشم، ولی یه شرط داره، باید سفیر انگلیس هم بیاد اینجا بشینه بگه که من میخوام کی بشه. میگه سفیر انگلیس چه رفتی داره شاه میگه؟ میگه خلاصه قربان اعلی حضرت اگه میخوای من فقط این راه حلم میده بیاد شاه و انگلیس سرش میکنه، میگه بیا بگو مخواهم بجم، میگه بله ما شما پشتیبانی میکنیم، میگه خب حالا چشم میپذیرم. این چه این کلکی که این میزنه یعنی چی؟ چرا این کلک رو میزنه؟ چرا این کلک رو میزنه مصدق؟ کلک میزنه که بگه اولا ما دیدی انگلیسی فرمود بفرمون انگلیسه، دوم من به انگلیس فرده مشکل میشه، آقا من گفتم بهتون که اجازه میدین من خود از اجازه دادین شدم دیگه، ولی میکنین ما میخواییم برای حزب توده و این روحانیون ملیگرا رو مثل کاشانی ماشانی اینا رو پالو بر بدیم دیگه، بالو پر بدیم، بالو پر بدیم، ول کنین این کلکش مصدق. اینا تو میدونی تو که هوادار مصدقی، تو که کشته و خب الان خیلی هستم من میشتم استاد دانشگاه دبیر مصدق براشون بوته، حرف میزنه عکس مصدق بود پشت سرش باشه مصدق. آقا نفت برای ملی کردن چون قرارداد اینها تموم میشد، پیش از پایان قرارداد باید تمام تشکیلات نفتی ایران رو اینها بازسازی میکردن و نو بدون مشکل تحویل ایران میدادن، نمیخواستن که کار بکنن میلیاردها دلار یا میلیون ها دلار خرج بکنن تعمیرات بکنن پالایشگاه اینا رو ایران بدن، گفتم یه کار رو کنیم ملی کنیم بده به خودشون، تو مرحله که ملی میشه تشکیلات نفتی دست خودشون هست، اینا تمام خراب مرابی هاشو درست بکنن، وقتی دوباره اول درست کردن میبینیم به نام بنزین پارس بریتیش پترولیوم بی پی امیرعلی کارو گرام اونجا کارو میرین دوباره ازشون میگیریم بس تعمیرش میکنم، مثل دقیقا میدونی مثل چی میونه، یارو خونش خراب شده و الان باید کلی خرج میکنه فلان اینا، الان کردی که مونده خیلی زیاده، چون خصوصا اگه تو آمریکا باشه رفته روی قضیه کلی هم کردی روش کردی گرفته، یا ولکن ما با خونه رو بیان ببرن بعد 10 سال 5 سال 2 سال 1 سال دیگه میریم ما یه خونه دیگه میخریم، ما چیش برابر پولی از بانک پول گرفتیم که انگلیس زرنگه می برنامه ریزی میکنه. آقا نفت رو میخواد مصدق ملی کنه، ملی کردن نفت ایران در اون هنگامه یعنی اینکه انگلیس
تعهداتی که داره رو شاه هم بعد میگه، تو صحبتش هست بارها پخش کردیم، به تعهداتش میگه عمل نکردی، نه همین میگه. انگلیس میاد تعهداتش عمل نکرده و میخواد پالایشگاه اینا رو در بوداغون تحریم بده که تو بری دوباره خودت بساز اینا رو درست کنی، منتننسش نکرده. کی میدونه؟ هر میگه سال سال دعوا نندازن، بعد خیلی کنار نمیدونن. اساتید داریم، آدمی با شخصیت که من همشون دوست دارم، این نمیفهمن من این کار میکنم. خب برای همینی که محمد رضا وقتی که انقلاب میشه، شلوغ میشه، اینا میاد حتی توبه نامه میخونه، میگه من صد انقلاب شوال شدیدم، آقا حسن آقا رضا قطبی بودم بهش میخوره. برای میگه یک نکته میخوام روز بگم، به این نکته توجه کنید، چون به این نکته میخوام استناد کنم. محمد رضا نمیخواد مردم ایران شو بکشه، نمیخواد. مردم میگه مردم من مثل فرزندان من میمونن، فرزند کشته بکنه سر نمیبره. نمونش شما الان فیلم کوتاه رو ببینید، ببینید علی رضا پهلوی نازنین عشق من مهر من جات خالص شهید، ببینید چقدر پرشور شلوغ بلوغ تو دربار آب میزنه تو همه. بعد کار دیگه خیلی کار میکنه، حتی بهم رفتین میکشم میاد میخوام چاره بکشم شوکی دیگه چون که همه بچه مال میکنه. خب علی رضا پهلوی که اینقدر شلوغ هست، شاه نمونه از خانواده خودش میگه میام فرزند خودم رو نمیکشم، ولی چیز بچه هست شلوغه دیگه. ببینید وقتی علیرضا نازنینم اینقدر شلوغه، اینقدر پرشور، اینقدر پرنشاط فلان، بعد یهو میاد چکمای رضا شاه رو پاش میکنه، سویلش رو جور میکنه، میگه من نمیذارم ایران اینجور بمونه، خواهرم رفت، خواهرانم رفتن، ایران رفت، هموطن میزنن با دو تا گلوله میکشنش. وقتی این کار میکنم، محمد رضا شاه میگه من خبرنگار آمریکایی است، میگه چرا نزد اینا رو بکشی، پدر سوخته می‌خواستن گیر بکشه، بعد تاریخش هم قرار کنه. محمد رضا میگه اینها فرزندان من بودن، ملت ایران فرزندان من هم. کسی فرزندان من در آیین آریایی اوستایی در آیین مهر پدر فرزند خودشو نمی‌کشه، خلافه. اما این نظام پلید خارجی، واقعا خارجیه. ببینید من بارها این بهتون گفتم که اول برنامه عرض کردم که اینا از 100 سال پیش از اسلام بنی هاشم رو روم میاد میبینه که بر حزبش یه حزب میسازه، حزب بنی هاشم که تا الان هست، تا الان همه سیدا میدا که میتونن میاد تو خیابون اینجور زنا و میشون میاد لچک پسر اینا زر میزنه، بچه های ما رو کتک میزنه، فرمان اینجور هستن. خانم شما الان نگاه کن، نمیدونم چه دین و چه ایمونی دارید، یهودی، مسلمانی، آفرین. خب من به اون چیزایی که شما میگید اعتقاد ندارم، خب. تو پر کثافت. خب آفرین، نگاه اعتقاد اینا حزب نه تشکیلات، شما تشکیلاتی نیستین، شما باید تشکیلاتی بشین، دو نفر چهار نفر گروه بشین تو خیابون بزنیدشون. الان خود اینا میگن بزنیدشون، همه این لچک پسرا هزار تاشون یک میلیون هستن، بزنین پدر سوخته اینا وجود نداره، چون بهتره انسان شپش که نباشه بهتره که بدن آدم رو میکنه، شپش رو بزنید.
I am Yotab, the sister of Aryo Barzan and the Iranian female commander. I fought with Alexander in Tang Takab during her invasion of Iran. In the battle with Alexander the Great, I was in command of a part of the army with Aryo Barzan, which blocked the way for Alexander. حالا ما از قدیم گفتیم که اینها نوکر بیگانن، از 100 سال پیش از اسلام بنی هاشم رو حزب به عنوان حزب روم میسازه که بعد قرآن وقتی محمد میاد اولین کارش اینه که میخواد به ایران حمله کنه. تو سوره روم هم میگه، 100 بار گفتم دوباره ببین 5 آیه اول روم رو گوش کنید بخونید. بابا موقع تشکیلات درست شبه جزیره عربی خاک و خل و بدبختیه، ولی اونجا نفوذ داره چون اینا پابرهنه هستن و لومپن و حزب اللهی و آتش به اختیار و از این راحت میتونه استفاده کنه از عربای راهزن فلان اینا. خب بعد اونها از همون موقع خود روم با اینا در تماسه، روم به اینا پول که میده میدونی اینا زنم دوست دارن. تا الان شما فکر کنید پرستو فقط روسه ساختن بعد جمهوریش نمی دنبال کرد و بعد من پرستو فکر کردی که واژه پرستو رو من آفریدم. اینا میگفتن چغک میشه دیگه، یعنی گنجشک، گنجشک ها، حتی اسم فیلم هم گنجشک های فلانه. نام پرستو رو از 40 سال پیش من استفاده کردم چون 42 سال پیش برای خود من پرستو فرستادن مشهد در رستوران برگ سبزم و در دفترم و اینا که با پرستو می‌خواستن تخت ما رو بیارن با مهر یزدان پاک خودمون رو تسلیم پرستوهاشون نکردیم. پرستو واجز که من آفریدم، ولی پرستو رو از همون قبل محمد بوده. رومی ها خوشگل بودن، رومی ها کیا بودن دیگه؟ همه اروپای الانه، همه اروپای ایران، حتی منطقه خوشگل نشین ترکیه کنونی، اینا همه بخشی از منطقه مناطق سوریه و اینا همه روم بودن. چشای رنگی، موهای بلوند فلان، خوشگل. یا عربا هم که طلا و اینا که نمیشناختن، که طلا و زمرد و اینا نمیشناختن. وقتی به مدائن حمله میکنن اصلا طلا ملا و زمرد رو نمیشناسن، زن خوشگل میشناسن. خب روم برای اینا زن میفرستاد، دختر میفرستاد. آره تو دست با اینا زیاد بود. برای همینه که یارو میاد با افتخار میگه بابا زن فلانی، مادر فلان، امام فلان، اینا رومی بود، استانبولی بود، اهل مارسی فرانسه بود. راست میگه. اینا نوکر که بودن از قدیم بودن، از اونم خانزاد. حتی زن عمر که دختر علیه، دختر علی که زن عمر هست، در تاریخ طبری و همه تاریخ های دیگه نوشته که این با زن امپراتور روم در تماس بود، برام دیگه عطر و اتکلون و خرما و فلان اینا بفرستادن. کجای کاری شما؟ الان هم همونطوره، الان هم اینا میخوان رو نگه دارن، الان هم غرب اینا رو بود رو قدرت نگهشون هم میداره. ببینید این خود پسره اعتراف میکنه، این حزب اللهیه، بعد احمد خاملی جوابشو میده. خاملی آخه به خاطر اینکه ببخشید خیلی عذر میخوام، خانواده میرداماد، خانواده بزرگوار ایران، خیلیاشون هم من ارادت دارم، دوستیم با هم، حتی همین خاتمی که ارادت ندارم من بهش، خاتمی هم خاتمهاده میرداماد و فلان اینا کار نداریم، وصلا اینا یه جوره با هم. خانواده میرداماد که ننه مادر آقای علی خام نیست، مادرش زن خوب بود، خدیجه خانم شاعر بود و هم خوشگلم بود. این خوشگلی رو از باباش نبرده، چشاشو فلان اینا فامیلاش اگه چشاشون رنگی خوشگلن، این از مادرش خدیجه خانم برده. اصلش الان نیاکانش، بچه هاشون، نوه هاش فلان که اصلا رو اعتراض میکنم که نه درست نیست، ولی خانواده میدواد اصلش روسیه. روس و انگلیس همیشه بره با همه چیز ساخته، این از خانواده بزرگ محترم لبنان آیت الله مونا.